جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر یک روزش به عربستان سعودی بر استحکام روابط واشنگتن و ریاض تاکید کرد. آقای جان کری به ویژه تاکید کرد ایالات متحده آمریکا به رغم توافق هسته‌ای اخیر قدرت‌های جهان با ایران و برچیده شدن تحریم‌ها علیه آن کشور، به حمایت خود از دوستان و متحدانش در منطقه خلیج فارس ادامه خواهد داد. مسعود ملک و جزئیات بیشتر. رابطه ما مثل همیشه محکم، اتحادمان آشکار و دوستیمان پا بر جاست. این موازه است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه پیش از ترک ریاض بر آن تاکید کرد. آقای کری به ویژه تاکید کرد کشورهای منطقه خلیج فارس نباید بابت توافق هسته‌ای اخیر قدرت‌های جهان با ایران برای پیشگیری از دسترسی احتمالی ایران به سلاح اتمی در ازای رفع میلیاردها دلار تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران نگرانی به خود راه بدهند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت هیچ چیز عوض نشده. من فکر می‌کنم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نباید هیچ گونه تردیدی به خود راه بدهند که ایالات متحده آمریکا همانطور که بارها هم گفته ایم در صورت هر گونه تهدید خارجی در کنار آنها خواهد ایستاد و در صورت لزوم برای دفاع در مقابل تهدیدها با آن کشورها همکاری خواهد کرد. آقای کری تلاش می‌کند از نگرانی متحدان عرب آمریکا در منطقه، به ویژه در پی بالا گرفتن تلاش‌های دیپلماتیک اخیر بین عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه عرب حوزه خلیج فارس و ایران، بکاهد. نگرانی از آن چه این کشورها مداخله ایران در یمن، سوریه، لبنان و دیگر کشورهای منطقه عنوان می‌کنند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز شنبه ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و گفت گمان نمی کند روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا کند. عربستان سعودی و ایران دو رقیب منطقه‌ای تلقی می شوند که در سوریه و یمن از جناح‌های حمایت می کنند که علیه یکدیگر در نبردند.